جنبش شنبه ارغوان یک گروه مدافع زنان افغانستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا از حقوق شیعیان در افغانستان در ایام محرم به ویژه در روز عاشورا دفاع کنند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. جنبش شنبه ارغوان که با هدف دستیابی زنان افغانستان به حقوق خود فعالیت می نماید و باورمندی به حق، عدالت و آزادی را به عنوان سه اصل بزرگ و انگیزه برای تحرک مجدد خیش برگزیده و آن را مایه امید برای رهایی از استبداد می پندارد، اخیراً در رابطه با حقوق شیعیان و آزادی مراسم های مذهبی آنان اعلام موضع نموده است. این جنبش که گروه مدافع زنان افغانستان است، روز دوشنبه در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا از حقوق شیعیان در افغانستان در ایام محرم به ویژه در روز عاشورا دفاع کنند. جنبش شنبه ارغوان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که برای جلوگیری از آزار شیعیان افغانستان توسط طالبان در این ایام اقدام فوری انجام دهد. این جنبش تأکید کرده است که اقدامات بازدارنده و محدود کننده طالبان بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی است. در این بیانیه آمده است اقدامات طالبان نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض آزادی مذهبی و قوانین بین المللی است. معترضان زن بر لزوم مداخله فوری بین المللی برای حفاظت از اقلیت شیعه افغانستان تأکید کردند. پیش از این شورای علمای شیعه افغانستان نیز با صدور بیانیه‌ای از طالبان خواسته بود تا امنیت جامعه شیعیان را در ایام محرم تضمین کنند. آنها همچنین از طالبان خواستند تا از هر گونه آزار و اذیت در ایام محرم جلوگیری کنند. از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. جناب نورزاد سلام، وقت شما بخیر. با عرض سلام به تمامی کارکنان شبکه امام حسین علیه السلام، ماه محرم را بر شما و عاشقان سید شهدا علیه السلام تسلیت عرض می نمایم. ممنونم. جناب دکتر، به نظر شما ارائه درخواست‌های اینچنینی به نهادهای بین‌المللی می‌تواند در تغییر رویکرد طالبان نسبت به شیعیان و مراسم محرم تأثیرگذار باشد؟ به نظر ما ارائه درخواست‌های بین‌المللی برای تغییر رویکردهای طالبان نسبت به شیعیان و مراسم محرم به تنهایی ممکن است ناکافی باشد، زیرا طالبان ایدئولوژی بسیار سختگیرانه و افراطی دارند که تحت فشارهای بین‌المللی با آسانی تغییر نمی‌کنند. با این حال این درخواست‌ها می‌توانند به افزایش آگاهی جهانی از وضعیت شیعه‌ها در افغانستان کمک کنند و منجر به فشارهای دیپلماتیک بیشتری از سوی کشورها و نهادهای بین‌المللی شوند. آگاهی جهانی و فشارهای دیپلماتیک و نهایتاً فشارهای نظامی میتونه باعث توجه بیشتر به جنایت طالبان و ایجاد یک محیط بین‌المللی نامطلوب برای آنها شود. تحریم های و فشارهای اقتصادی میتونه ابزارهای مؤثر برای اعمال فشار بر طالبان باشند. نهایتاً و نهادهای بین‌المللی با اعمال تحریم های اقتصادی و مالی بر طالبان و حامیان آنها میتونن طالبان را تحت فشار قرار دهند تا رویکردهای خود را تغییر دهند. این اقدامات اقتصادی میتونن به تدریج طالبان را مجبور کنند تا در سیاست ها و رفتارهای خود تجدید نظر کنند. علاوه بر این، حمایت های مالی و آموزشی از جامعه شیعه و هزاره ها در افغانستان نیز میتونه به آنها کمک کنند تا توانایی بیشتری برای دفاع از خود و مقابله با ظلم و ستم طالبان داشته باشند. در نهایت ارائه اسناد و شواهد به نهادهای حقوقی بشری مانند سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی میتونه به محاکمه و محکومیت جنایت طالبان کمک کنه که این اقدامات میتواند به ایجاد یک روند قانونی و بین‌المللی برای پاسخگویی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر توسط طالبان منجر شود.
با این وجود تغییری واقعی در وضعیت شیعان در افغانستان نیاز به یک رویکردی چند جانبه و امگرا از سوی جامعه بین‌المللی و حمایت‌های داخلی در افغانستان دارند. درخواست‌های بین‌المللی می‌توانند یک بخشی از این رویکردها باشند، اما بدون اقدامات قوی‌تر و هماهنگ‌تر احتمال تغییر رفتار طالبان کم خواهد بود. طالبان در هرات لوحه‌ها و شعارهای محرم را پایین آوردند و بی‌احترامی کردند. در کابل کتیبه یادبود رهبران شیعه را وندلیزم کردند و آسیب رساندند. دانشگاه خاتم النبیین شیعه را مسدود کردند. در مرکز شیعان در ولایت بامیان که کتاب‌های شیعه را از لیست تدریس مکاتب منع کردند. در چهار شهرستان شیعه‌نشین ولایت میدان در ماه محرم کوچه‌های قاچاقچی مرزی پشتون توریست‌ها را برای تخریب مزارع و خانه های مردم فرستادند. در اروزگان، غزنی و غور اشجار میوه‌دار و سبز باغ‌های ازاره‌ها را با تبر و اره قطع و نابود کردند و صدها جنایت مخفی و آشکار دیگر را که از چشم مردم پنهان است طالبان انجام می‌ده که مردم را مجبور خواهد کرد که به قیام ملی دست بزنند. بله، ممنونم جناب دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسئول افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.